به نام خدا. جلسه چهارم مبحث استخوان‌شناسی سر گردن رو با هم شروع می‌کنیم. در ادامه به بررسی تک تک استخوان‌های جمجمه می‌پردازیم. در ابتدا استخوان پریتال رو مشاهده می‌کنید، نمای خارجیش که ویژگی خاصی ندارد به جز اینکه در جلو با فرونتال، در پشت با اکسیپیتال، در کنار داخلیش با استخوان پریتال سمت مقابل و در کنار تحتانیش با استخوان تمپورال مفصل میشن. سطح داخلی استخوان پریتال میبینه که حاوی شیارهای شریانی یا آرتریا سولکوس هایی هست که به دلیل تماس شاخهای شریان میدل مننژیال ایجاد شده. استخوان تمپورال رو میبینم با پنج قسمت صدف یا اسکواموس، تیمپانی پارت یا بخش سماخی، مستوید پارت یا بخش پستانی، زاده نیزه‌ای یا استایل پروسس و نهایتاً بخش پتروس که بعد خواهیم دید. در این نما در واقع عناصر استخوانی بخش صدف یا اسکواموس رو ببینید که زایگوماتیک پروسس، آرتیکولار توبرکل، مندیبولار فوسا، سوپرا مستوید کرست، سوپرامئاتوس تراینگل و نهایتاً بخشی از کنار فوقانی اکسترنال آکوسیگماتوس رو می‌سازه. در این نما علاوه بر این میتونید اکسترنال آکوسیگماتوس رو ببینید که تماماً به وسیله بخش تیمپانیک ساخته شده است به جز کنار فوقانیش که تکرار میکنم توسط اسکواموس پارت تمپورال ساخته شده. میایم به سراغ نمای داخلی که پتروس رو مشاهده میکنید. این سطح قدامی پتروسه، این سطح خلفی پتروسه و این رأس پتروسه. در سطح قدامی پتروس اثر تریژمینال، آرکویت امینس و سوراخ‌ها و مجاری برای لسر و گریت پتروزال نرف رو میبینید. در سطح خلفیش آن چیز که فعلا برای مهم هست و قابل درکه ساب آرکوید فوسا هست، ساب آرکوید فوسا هست که در پایین آرکوید امینس قرار گرفته. سطح تحتانی پتروس رو مشاهده میکنید و مستوئید رو که در سطح تحتانی پتروس مدخل یا دهانه کانال کاروتید هست، مدخل یا دهانه کانال کاروتید هست که جلب توجه میکنه و جوگولار فوسا که در سطح تحتانی پتروس قرار گرفته. دیگه همان عناصری که در صدف میدیدی هم باز تکرار میشود که دیگه من اشاره نمی کنم. در سطح داخلی ماستوئید دوتا ناودان یا گروه میبینیم. ناودان خارجی تر چسبیده به ماستوئید میشود ماستوئید ناچ و ناودان داخلی تر بهش میگم اکسیپیتال گروه یا سولکوس فور اکسیپیتال آرتری. بخش تیمپانیک رو شما میبینید که در ساختن اکسترنال آکوسیگماتوس شرکت کرده. این بخش تیمپانیک یک غلافی حول زاده استایلوید ایجاد کرده که به این غلاف میگیم واژینال پروسس. واژینال پروسس یا غلاف یا زاده غلافی از بخش تیمپانیک که زاده استایلوید رو احاطه کرده. برشی از بخش ماستوئیدی خورده برای اینکه شما درک بکنید که در ضخامت ماستوئید سلول‌های هوایی حفراتی هست که با گوش میانی مرتبطه. شما شنا می‌کنید، آب از طریق دهان وارد حلق میشه، از طریق شیپور استاش وارد گوش میانی میشه و از گوش میانی وارد ماستوئید ایر سل ها یا سل های هوایی مستویدی میشه که میتونه عفونت بکنه و درد شدیدی رو ایجاد بکنه و اصطلاحاً التهاب مستوئید یا مستوئیدایتیس رو ایجاد بکنه که فوق‌العاده، تکرار میکنم، فوق‌العاده دردناک هستش. به سراغ استخوان زایگوما میایم با یک تنه زاده فرونتال و زاده تمپورالش.
بر روی تنه سوراخ زایگوماتیکو فشیال جلب توجه میکنه و بر روی زاده فرونتال سوراخ زایگوماتیکو بر روی زاده تمپورال در این سطح میتونید سوراخ زایگوماتیکو تمپورال رو ببینید. میایم به سراغ مگزیلا که اساس بخش تحتانی صورت رو میسازه و داره یک بادی هست، زاده فرونتال، زاده زایگوما، زاده آلوئولار، زاده تمپورال و زاده پالاتن که راجع به اینها صحبت میکنیم. بر روی تنه سطح قدامی تنه سوراخ inferior orbital nasal notch و anterior nasal spine جای توجه میکنه. بر روی alveolar process برآمدگی کانین یا کانین امیننس رو ببینم که در سمت داخلش incisive fossa و در سمت خارجش کانین fossa قرار گرفته. در سطح خلفی تنه برجستگی میبینم به نام maxillary tuberosity. تکرار میکنم در سطح خلفی تنه مگزیلا مگزیلاری توبرزیتور میبینیم که منشأ عضله مدیال تریگوئید هستش. سطح داخلی تنه مگزیلا رو میبینم که به سطح نیزال هم گفته میشه چون در تشکیل جدار خارجی نیزال کویتی شرکت میکنه. در این سطح مهمترین ساختاری که من میبینم دهانه سینوس ماگزیلاست، دهانه سینوس ماگزیلاست که بهش ماگزیلاری هیاتوس میگه، ماگزیلاری هیاتوس گفته میشه. در جلوی این دهانه ناودان نازولاکریمال و در پشتش ناودان پالاتن قرار گرفته. تکرار میکنم در جلوش ناودان نازولاکریمال و در پشتش ناودان گریتر پالاتین قرار گرفته. دهانه سینوس ماگزیلاری به این بزرگی هست ولی در من و شما به علت احاطه شدن به واسطه تعداد استخون این دهانه تنگ تر میشه. میفرمایید چجوری؟ میگم در بالای هیاتوس ماگزیلاری یا دهانه سینوس ماگزیلاری استخوان اتموئید مفسد میشه، در جلوش استخوان لاکریمال مفسد میشه، در پایینش استخوان شاخک تحتانی بینی یا اینفریور نیزال کونکا مفسد میشه و در پشتش بخش عمودی استخوان پالاتاین و به همین خاطر هیاتوس ماگزیلاری تنگ تر میشه. در این نما در واقع زائده پالاتاین استخوان مگزیلا رو میبینیم که بخش عمده کام سخت رو میسازه و از جلو به عقب حاوی حفره اینسایزیو هست که در این حفره در طرفینش سوراخ‌های اینسایزیو رو میبینیم که با حفره بینی مرتبط میشه. اینتر مگزیلاری سوچور و پالاتو ماگزیلاری سوچور ویژگی بعدی هست که در اینجا دیده میشه. در دو انتهای تحت طرفی یعنی اینجا و اینجا کانال گریتر پالاتین ایجاد میشه به واسطه مفرد شدن به استخوان پالاتن. کانال های گریتر پالاتین ایجاد میشه خود مفرد. در واقع اینجا اول ناودانه بعد که استخوان پالاتین مفرد میشه این ناودان تبدیل به کانال میشه و حفره تریگو پالاتین رو به دهان مرتبط میکنه. استخوان پالاتین رو میبینیم صفحه عمودیش، صفحه افقی. در محل اتصال صفحه عمودی و افقی زائده پیرامیدال هست که شما اون رو در کام سخت میدیدید. بر روی صفحه عمودی و در کنار فوقانی سه تا ویژگی وجود دارد. از جلو به عقب زاده اوربیتال، بریدگی اسفنو پالاتاین و زاده اسفنویدال. زاده اوربیتال در کف کاسه چشم شرکت میکرد.
بریدگی اسفنوپالاتان با واسطه مفصل شدن به استخوان اسفینوئید تبدیل به سوراخ اسفنوپالاتان میشه که حفره بینی رو به حفره تریگوپالاتان مرتبط میکنه. استخوان بومر رو میدید یا استخوان تیغه بینی که مهمترین ویژگیش این هست که در بالا با استخوان اسفینوئید مفصل میشه و در جلو با صفحه عمودی استخوان اتموئید و به این وسیله در تشکیل سپتوم بینی نقش داره. استخوان هایوئید استخوانی است که در گردن وجود داره و تنها استخوانی است که با هیچ استخوانی اتصال و مفصل نمیشه. استخوان هایوئید استخوانی است که گردن آویزون شده، معلقه به واسطه یک تعداد عضله و لیگامان در نوع گردن معلقه و تعداد زیادی عضله بهش خط میشن یا ازش مبدأ میگیرن. از لحاظ ساختاری یک تنه در جلو داره، دو تا شاخ بزرگ و کوچک در طرفه، greater horn و lesser horn. مهره های گردنی رو میبینیم که هفت مهره گردنی رو به دو گروه تقسیم میکنن. سومین تا ششمین مهره گردنی رو به شما مهره های تیپیک گردنی. چرا؟ چون در جلو بادی مهره است، در پشت قوس مهره است که در این قوس پدیکل و لامینا شرکت کردند. در محل اتصال پدیکل به لامینا زواید عرضی رو میبینم که دارای سوراخ عرضی است. این سوراخ عرضی مشخصه تمام مهره گردنی است. یعنی اگر یک مهره در زائده عرضیش حاوی ترانسورس فورامن بود، این مهره مهره گردنی است، و اگر داره تنه مشخص بود، مهره گردنی تیپیک است. این مهره میتونه مهره سوم تا ششم باشه. اما از دیگر مشخصات مهره تیپیک در واقع دو شاخه بودن زائده خاری یا اسپانس پروسس هست که بایفید دو شاخه است و در درون این دو شاخه، یعنی این فضا، شکافی که به وجود میاد، لیگامان گردنی قرار میگیره و به همین دلیل ما در مهرهای گردنی نمیتوانیم این زائده رو لمس بکنیم، به خاطر که این فضا به واسطه لیگامان اشغال میشه و قابلیت لمس زوائد خالی رو از بین میبره. علاوه بر این میتوانیم زوائد مفصلی فوقانی و تحتانی رو ببینیم که با مهرهای بالایی و پایینی مفصل میشن. سوراخ مهره‌ای که در تشکیل کانال مهره‌ای شرکت میکنه هم دیده میشه. اما تکرار میکنم هیچ یک از اینا مهم نیست. مهم این هست که من بدانم تمامی مهره‌های گردنی C1 تا C7 دارای سوراخ عرضی هستند و مهره‌های تیپیک دارای دو سه تا مشخصه هستند. بادی مشخص دارن، زاده خاری دو شاخه دارند. اما مهره‌های آتیپیک رو نگاه میکنم. یک، مهره اطلس یا مهره C1، اولی مهره گردنی که اصلا بادی نداره، در جلو قوس مهره جلویی، در پشت قوس پشتی رو داره و این هم زواده عرضیش، ولی به هر حال شامل سوراخ عرضی رو داره که مشخصه مهره گردنی است. در هر طرف کندیل هایی رو داره، زوائد مفصل یا کندیل هایی رو داره که با کندیل های اکسیپیتال مفصل اطلنت و اکسیپیتال رو می سازن. مهره دوم گردنی رو می بینید، آگزیس، هم از جلو می بینید و هم از پشت. مهمترین ویژگی این مهره داشتن این زائده است که بهش میگم زائده دنس یا دندانه‌ای که در داخل این سوراخ مهره‌ای C1 قرار میگیره و در این نایه مفصل میشه. چنانچه این زائده شکسته بشه، به نخایی که در فضای سوراخ مهره‌ای هست فشار میاره و باعث خفگی میشه. اتفاقی که در ساسپند کردن افراد، به دار آویختن افراد رخ میده، در واقع در به دار آویختن خفگی به علت فشار به گردن نیست، بلکه خفگی به علت شکستن دنس، زایده دنس مهره C2 رخ میده. ولی به هر حال باز شما میبینید که این مهره هم دارای سوراخ عرضی است. ویژگی مشترک تمام
ویژگی مشترک تمام مهرهای گردنه. میام به سال مهره 37. مهره 37 اختلافش با مهرهای تیپیک، شما میبینید که بادی داره مثل مهرهای تیپیک، اما زاده خاریش تک شاخ است، دو شاخه نیست. به همین خاطر این زاده خاری در واقع به عنوان لندمارک برای ما استفاده میشه، از اونجایی که اگر در پشت بر روی مهرامون حرکت بکنیم، اولین زاده استخوانی که قابل لمسه و حتی قابل دید هست زاده خالی 37 و از اینجا به بعد میتونیم با لمس مهرها اونها رو شمارش بکنیم، مهرهای سینه یا کمری. آخرین قسمت این جلسه ما راجع به سینوس های پارانیزاله، سینوس هایی که در اطراف حفره بینی وجود دارن و ترشحاتشون به حفره بینی تخلیه میشه. در ارتباط با این سینوس ها چند نکته باید بدانید. یک، سینوس ها در بعد تولد یا نیستن یا خیلی کوچکند. به تدریج با رشد فرد این سینوس ها بزرگ میشن و اتفاقی که در شکل افراد میفته، در صورت افراد میفته و باعث تغییر شکلشون میشه، در واقع بزرگ شدن این سینوس هاست. تمام این سینوس ها به حفره بینی باید تخلیه بشوند، ترشحاتشون تخلیه میشه. وظیفه سینوس ها چی هست؟ چند تا وظیفه مهم دارن. یک، وزن جمجمه رو کم میکنن، چون فضای تو خالی ایجاد میکنن. دو، به دستگاه تنفس کمک میکنن با مرطوب کردن و در واقع تنظیم حرارت هوای استنشاقی، هوای اینسپاید شده. سومین کاری که میکنن باعث ایجاد رزونانس در صوت میشه. اگر سینوس ها پر بشن، ترشحاتشون تخلیه نشه و پر میشن، باعث میشه که صدای ما دیگه رزونانس نداشته باشه، صدا اون گرفته باشه. اگر یک نفر سرما میخوره و سینوساش پر میشن، از روی تغییر صداش راحت متوجه میشه که این سرما خورده. در واقع چه اتفاقی افتاده؟ فضای سینوس ها به وسیله ترشحات سینوس پر شده و تخلیه نمیشن. اما اینجا علاوه ساختاری نگاه میکنه که سینوس های فرونتال جایگاهشون کجاست و ما در سطح میتونیم با استفاده از سوپر سیلیاری آرک یا سوپرا سیلیاری آرک، کمان های فوق ابرویی، جایگاه اینها رو تشخیص بدیم که قبلا در استخوان فرونتال توضیح دادیم. سینوس های اتموئیدال رو مشاهده میکنید، انتریور میدل و پوستر اتموئیدال سل ها که در واقع سل های ناقصی هستند در ضخامت بخش طرفی اتموئید که با واسطه سینوس های یا سلول های موجود در استخوان فرونتال کامل میشوند و اینها هم ترشحاتشون با فریبینی تخلیه میشه که قبلا راجعش صحبت کردیم. اما من بیشتر توجهم الان محدود به سینوس ماگزیلا است. خیلی مهمه سینوس ماگزیلا. سینوس ماگزیلا در واقع یک سینوس مخروطی شکل، هرمی شکل که رأسش در زائده زایگومای استخوان ماگزیلا قرار گرفته، یعنی این سمت. قاعدش در تشکیل جدار خارجی بینی شرکت میکنه که حاوی همان هیاتوس ماگزیلاری یا دهانه سینوس ماگزیلاری است. سقفش در کف کاسه چشم در واقع شرکت میکنه و کفش زائده آلوئولار استخوان ماگزیلا است. من اینجا سعی میکنم تکرار بکنم، این سینوس ماگزیلاری هست، بزرگترین سینوس جمجمه ما که تکرار میکنم پیرامیدال شیپ شبیه هرم. این قاعدشه که در تشکیل جدار خارجی بینی شرکت میکنه. رأسش همان زائده زایگومای استخوان ماگزیلاست. سقفش کف کاسه چشم رو میسازه و کفش زائده آلوئولار استخوان ماگزیلاست.
ترشحات این سینوس از طریق هیاتوس ماکسیلاری به جدار خارج بینی در میاتوس میانی تخته میشه. اما این تصویر در واقع حالت عرضی از جمجمه است. همین تصاویر در واقع سی تی اسکن سینوس ماکسیلاری هست که شما میبینید. از این جهت من تصویر انتخاب کردم که شما ببینید سینوس به طور معمول باید اینجوری تیره باشه و فضاش به واسه هوا اشغال شده باشد، چیزی که در اینجا هم شما میبینید، در حفره بینی میبینید، در خارج از صورت هم میبینید. اما اگه داره ترشحات باشه رنگش تغییر میکنه، روشن میشه و سینوس این سمت کاملا به واسه ترشحات اشغال شده که اصطلاحا بهش میگیم فرد دچار التهاب سینوس یا سینوزایتیس، اصطلاحا سینوزیت شده است. متشکرم، موفق باشید.